ما میخواییم این جلسه به شما یاد بدیم چطوری شما قادر باشین ساز خودتون رو خودتون کوک کنید. اگر که ما نتونیم سازمون رو کوک کنیم وقتی که از کوک در رفت، اون موقع مجبوریم که سازمون رو بدیم دست کسی دیگه کوک کنه، از درسامون عقب میافتیم. همه ما باید بدونیم که به صورت طبیعی کوک تار دو سول دو هست که دوی آخر دوی اکتاو بم هست. یعنی دوتای اول دو کوک میشن، دوتای دوم سول کوک میشن، سیم واخون هم عیناً این سیم های پایین دو کوک میشه و سیم بم هم دو کوک میشه اما دو یک اکتاو پایین تر. از این جهت وسیله‌ای هست به نام تیونر، دیاپازون و انواع اقسام اینها هست، دیجیتالش، غیر دیجیتالش، صدا میده و مکانیکی هست. ابزارهایی هستند که به شما کمک میکنن که سازتون رو کوک کنید. حتما تحقیق کنید یکی از این وسیله ها رو داشته باشین و به مرور بعد از 6 ماه 7 ماه استفاده از اون وسایل خودتون قادر میشین از طریق گوشتون کوک کنید. پس از مدتی که کنترل به دست آوردید، دو تا سیم های پایین دقیقاً دو تا گوشی های پایین تار هستند. دوی اول متعلق به گوشی پایینه، دوی دوم متعلق به گوشی بالاست. دوی واخون یعنی سیم پنجم تار باز گوشی کوچیک اون ته هست. پس نتیجه میگیریم تمام سیم های نقره‌ای یا سفید یا دوی ما گوشی های پایین تار هستند. حالا تمام سیم های طلایی یا زرد دو تا سولامون و بم آخر گوشی های بالا هستند. به چه ترتیبی؟ سول اول دقیقا گوشی که سمت خودمونه، سول اول، سول دوم از پایین، سیم چهارم در واقع متعلق به این گوشی هست و بم گوشی تک. پس این دوتا گوشی های تک یکیش واخونه یکیش بم. از این رو شما میتونید که راحت کوک کنید. روش های ترادیشنالی هم وجود داره که یک دوی رو به عنوان دوی فرضی یا اصلی نگه میدارن، بقیه سیم ها رو با اون هماهنگ میکنن. به عنوان مثال فرض کنید این مان دوه، من الان سیم دومم رو از کوک خارج میکنم، یعنی کمش میکنم. وقتی که کم میخوایم بکنیم میپیچونیم به سمت خودمون. وقتی که میخوایم سیم رو ببریم بالا سفتش کنیم یا صدا رو زیاد کنیم، این سیم پیچیده میشه و به سمت بیرون میره. برای اینکه خوب کوک کنیم شستمون رو میتونیم بذاریم این قسمت بالای تار و کاملا این گوشی رو بغل کنیم از طریق این انگشتانمون. اگه شستتون نرسید تو این حفره اینجا هم که دوتا حفره در واقع داره، اینا هم همه حفره هایی هستن که میتونیم شستمون و انگشتامون رو بذاریم، میتونیم کوک کنیم. پس صدای اول رو میشنویم. از طریق اون این صدا رو اجاست میکنیم. حالا کوک های متفاوتی هم در ساز وجود داره. مثلا الان که ما دو سول دو هستیم، میتونیم این سول رو بگیریم و سول اکتاوش رو به دست بیاریم برای این سیم، یا دوی انگشت سوم رو بگیریم و با این هی هماهنگ کنیم. مثلا من این سیم رو در میکنم، یعنی صدا رو شل میکنم. حالا این دوی اول رو مقایسه میکنم با این دو، ببینم که کاملا دو تا چیز متفاوت میشنوم. دو او کاملا صدا پایین تره. اولین مرحله تشخیص اینه که صدا پایین تره یا بالاتره. دومی مرحله اینه که یه کوچولو همزمان که باهاش میزنید، مبادا سیم رو بچرخونید، گوشی رو بچرخونید، اول باید بزنید که بشنوید یه مقداری تغییر میدین. دوباره مقایسه، هنوز صداها شبیه نیست. حالا اینجا شستم پایینه، گوشی رو به این شکل بغل کردم، چون اگه اینطوری من سازم رو کوک کنم خیلی زود کوک در میره. این روش کوک کردنه. دوباره مقایسه، هنوز به هم نرسیده این صداها، یه دوی اصلی، دوی غلط که هنوز درست نیست، یه مقدار دوباره تغییر دادم، هنوز صدا نرسیده، دوباره امتحان، نزدیک شده ولی هنوز شبیه نیست، امتحان، صدا خیلی شبیه شد. بعدن با تغییرات خیلی جزئی به این شکل. فقط مواظب باشین همیشه ساز اول بزنید بعد کوک کنید، صدا رو کم و زیاد کنید. الان رفته بالاتر، گوش کنید، شبیه نیست، یه ذره میارینش پایین، میتونید سمت خودتون.
کاملا به صدای یک نواخ رسیدین. یک بار دیگه میخوایم توضیح بدیم که چه شکلی گوشی ها رو نگه دارین. گوشی پایین با این 3 تا 4 تا انگشت، شست بالا و بعد حرکت های چرخشی به این شکل و همینطوری فشار به سمت بالا از طریق شست با تمرین درست میشه. گوشی دوم دستتون رو میکشین، شست یا این قسمت یا این قسمت یا در این شیار. گوشی واخونه حالا میخوایم توضیح بدیم، اینم همینطور همه انگشتاتون رو گرد میکنین، شست بالا. این هم به این شکل کوک میشه، هم به این شکلی که انگشت کوچیکتون رو بذارین، هر کسی بنابر عادت خودش. و این سیم سول هم به همین شکل، سیم بم انگشتتون یا به اینجا یا به اینجا، هر جا راحتین، و شستتون و انگشتاتون رو بغل میکنه و کوک میکنید. همونطوری که گفتیم ابزاری هست جهت کوک کردن ما که تا ما را بیفتیم و بعد از مدتی بتونیم خودمون از طریق گوش کوک بکنیم. خب الان مثلا من تیونر رو میخوام به شما معرفی کنم. وسیله هست که کوک میکنه، عقربه داره، کوک ساز دو سول دوه، یعنی سی انگلیسی، جی انگلیسی و سی اکتاو، سی جی سی. وقتی که شما دو تا سیم اول رو زدین و این عقربه بیاد رو این سبزه وای بسه و کاملا نشون بده که اینجاست، سی شما کوکه یا دوی شما. اگر اینجا وایساد، یعنی رون فلته یا بموله وایساد، بدونید هنوز صدا کمه، باید کوک رو ببرین بالا تا برگرده کاملا روی این عقربه. و بعدش اگه دیدین که نه روی شارپ وایساد یا دیز، بدونید صدا زیاده، باید برش گردونی تا برگرده روی این عقربه. صدا اینجا زیاده، اینجا صدا کمه، کاملا باید روی این عقربه وایسه و اون با تغییر کوک ایجاد میشه. چند بار که تمرین کنید کاملا به این روش شما عادت میکنید و انشالله که موفق هستید.